سلام برای عکس یوتیوب سایل اقتصادی هستم با کینگ رام امروز سلام اونی خوشگل میگیز سلام دوستان کینگ رام هستم تا خیلی حال میکنم سرپرایز خیلی خوب شد اون رو عاشقشم اول فکرم که خیلی بده بعد دو سبا که خودم گوشتن گفتم که این از اون چیزی که مثلا من اگه یه نفر فالو میکنم اینو داشت ویدیوشو نگاه میکنم به عشق اینکه اون جیغه رو بزن یعنی سرسفکشن اون جیغه است آره واقعا سرسفکشن داره قبل اینو میتونم اعتراف کنم کاملا با اینکه ازت متنفرم و که تعجب میکنی اینه که چقدر من تو میتونیم با هم دیگه فک بزنیم یعنی من وقتی که من موندم چند شب اینجا بلو همش شب مثلا کنن 6 ساعت اینجاست با خوابیدن که کرده ولی دلیلش اینه که من آدمی چیلیم هم کاری به کار کسی ندارم مثلا رامین صبح داشت کار میکرد گفتش که من میخوام برم 20 دقیقه تو کامپیوترم بعد ما رو رو کردیم و کار رو کردم بعد نیم ساعت اومد اینجا دور تو و با هم شیک درست کردیم آیا ویدیو شیک صبونه دارم توی اینستاگرام گذاشته نگاه کنید حتما باله خب آقا ویدیو امروز راجع به آب رو و حیثیت و خانواده استرس و بردن بالا و بردن پایین و این داستان هست. آره یه بحثی که خیلی رو مخ منه به خصوص تو فرهنگ ایرانی هم فکر میکنم بیشتر از هر جا ولی من چند وقت مثلا پست گذاشته بودم که و... آبرو اصلا به تخم هم که اصلا آبرو بره اصلا معنی آبرو چیه و از لحاظ طبقه بندی خب از لحاظ بحث جامعه شناسی مثلا یه،, بحثش هست که به اون سوشال استاتس یا چه نگاه اجتماعی که به کاملا مرتبط به وضع اقتصادی تو یا جایگاه اقتصادی تو تو جامعه یعنی یه کسی که مثلا سر کار میه مثلا به عنوان بون مثلا بازی یا فکری لینکدین و اگه مقایسه کنی با مثلا اینستاگرام یا توییتر یا اسنپ یا تیک تاک مثلا لینکدین همه خیلی مم. شست پا و تر و تمیز خودشونو پرزنت میکنن برای اینکه میترسن اگه عجب چیز قوی گفتی تست جهانی با آبروه تو اونجا میخوای فیلم بازی کنی که من آدم خوبیم بی آبرو نیستم همه با کت و همه بریم سی با هم بچینیم چون پرنده ها سبزن بعد تو اینستاگرام همه جک و جیجی و نمیدونم لخت و لباس فلان و ما هم میشیم بچه باز اینستاگرام آقا من از طریق یوتیوب تشکر میکنم که وجود داری و فلان بابام و خودم تو صاحب جد داواد اینستاگرام و فیسبوک و متا آشغال گاربیج یعنی چقدر یه کمپانی میتونه ایول و بد باشه ویدیو مومکو رو آورده پایین به عنوان بولینگ مومکو فقط میگه سابسکرایب من نمیم چجوری این بولینگ حساب میشه حالا صافه تخمش اینجوری این فهمیده <معنی> یا یه ماریزی میره ریپورت میکنه معمولا دیگه نه توش چون من تایپ کرده بودم هرت فقط لغت هرتو گرفته و اون جیغ سبسکرایب اتون اون یارو الگوریتمش بوده که اگه تو پیک صدا داری هرت هم زده یعنی داره جیغ میزنه از کتک خوردن بعد اتاکین رو بعد منم ریپورت دادم که آقا این مزخرف این کارا نکن ریپلای نمیکنه خب حالا داستان چیه من این ویدیو رو که خیلی کیوت تو اون سن خاصه مامو که سابسکرایب و اشتباه میگه سابسکرایب نمیچیم چی میگه اون ویدیو رو من فقط اونجا دارم ویدیو رو بهم نمیده ویدیو رو داره ولی نمیذارم پلی کنم نمیتونم دانلودش بکنم تا یکی بیاد ریویو کنه بهم زر زدن بعد ویدیو رو آزاد کنه که من دانلودش کنم هیچکی نمیاد ریویو کنه هیچ آپشنی هم نداره هیچ کاری نمیتونی انجام بدی چی بگم این, این, خیلی احمقانه این سیستم چقدر در میاره. مادر هر در روز که نمیتونه کارگر تو چیز استخدام کنه واسه ساعتی سه دلار تو هند و چین واسه جواب بدن ببین الان اینم خب اینام برای بحث اقتصادی شه دیگه یعنی برگردیم به خود اون بحث اصلیمون اینا برای ابرویت خودشون یعنی میگن آقا ما همه چیزو ور داریم تو خود خب دا نکن یوتیوب هم خب ببین چقدر غیر مستقیم داره سانسور میکنه همه رو یا مجبور میکنه که آدم خودشون رو سانسور کنن یه سری حرفو نزنن برای اینکه دیمونتایز نشه پلتفرمشون 120 بیلیون دلار در میاره در سال بعد هارون زاده نمیتونه تلفن داشته باشه بعد ما تو کمپانی جوهر داشتیم با یه میلیون کاستومر تلفن داشتیم 24 ساعته چت داشتیم 24 ساعته ایمیل داشتیم گارانتی زیر 6 ساعت جوابتو میدادیم مادر تو سگ سرویس به ما آدم عاشق این نه نه برابر بزن اگر سر اصل مطلب آبر بیا بر بزن ولی بله خلاصه توی بحث آبرو که داشتم لینکدین رو مقایسه میکردم با بقیه جاها ببین آدم برای یه بحث اقتصادی هستش که تو سعی میکنی خودتو یه جلوه بدی و خودتو کاملا در اصل داری دور از واقعیت چیزی که هستی جلوه میدی تو موقع جق زدن یا مثلا مست و نشه کردن یا تو نشون نمیدی خیلی ترا تمیز و فلان و بگی من تو رو من میتونی حساب کنی چون بر اساس این ارزش های جمعی که ما روش قرارداد واهی گذاشتیم من بر پایه اونا وای میسم و بیتی همیشه رو من حساب کنی در اصل توهمی بیش نیست بس این ای... جمله که میگن چشم مردم به عقل نه عقلشون به چششونه این فکر می‌کنم با بحثی که تو داری میکنی دیفالت واسه همه آدما یعنی همه آدما اتوماتیکلی اینکلودین خود من و تو چشمون به عقلمونه دیگه چون من هم اگه برم توی مثلا لینکدین یکی ببینم عکس کاشه داره پارتی میکنه با بیا میگم یارو دیوونه است یعنی منم هم... یعنی همه گیرن تو این داستان این واقعا تازه میتونم ببینم چقدر جالبه آره نه ولی حالا بحث این نیست که آدم چیز کنه که حتما حالا بره تو لینک عکس آبجو یا کون لخت بده بحث من این که بالاخره ما این کارا با تو انجام میدیم ما این قضاوته رو انجام میدیم ولی خب شناختمون وقتی که از جامعه به یه سمتی وقتی بحث میشه اجتماعی میشیم ما میگیم آدمایی که بیشتر دست به جنایت یا جرم یا آدم کشی و تفنگ و تیراندازی میکنن این قشر جامعه اینجوری تیپ میزنن یا اینجوری موزیک گوش میکنن یا توی این محل زندگی میکنن یا اخلاقشون این اکس و اگرگ و زد مثلا در حالی که یه آدم هم خیلی پولدار داره تر و تمیزی که توی سی او یه شرکت تنباکو که هر روز داره به میلیون ها آدم سرطان میده و خیلی تر و تمیز خودش یه جوری نشون میده که من آدم خیلی محترمی و خانواده محترمی دارم اون جاکش خیلی داره آدم بیشتر میکشه از اینکه سلاح میشه شب نبه بتونه بخواب اصلا اصلا ولی انقدر تخ میخوابه چون میشناسم آدم اینجوری خودم یعنی تخ تر از همه ماها میخوابه چی میگم و برام جالبه که از ادعاشون هم میشه خیلی از این که خیلی آدمای با وجدان و محترم و با ارزشی هستن برای جامعه آره اگه بهش مثلا بگی تو بهش برمیخوره آره. مثلا تو بهش مثلا بعد طرف میزنی میگه چرا با من بی ادب میزنی من خود خب از بچگی هم این موضوع خیلی تو مخم میرفتی وقتی از آمریکا بزرگ شدم اومد اومدم ایران اونجا دیدم که آقا همش این قضیه رو درواسی تارو فلان همین از اطفار خیلی چند سالگی تو اومدی ایران 10 سال بود او پس قشنگ کالچر اینو یاد گرفته بود دیده بودی چیه بعد اونجا پراکور کردی که چقدر دروغ و فیکنس توی کشور میتونه رایج آره مثلا من رو درواسی داری مثلا درو در نگاه میکنم. مثلا چی دارم میگن یعنی اصلا در این حد واقعا یعنی یابو بودم و یه چیزی که همیشه بعدم میومد این بود که چرا مثلا باید میدونی از خانواده پدریم خب خیلی خانواده گنگ بالا آره گنگ بالا تری بودن و و همیشه هم نگران آبرو همیشه نگران حیثیت همیشه نگران که ما باید وجه فلان باشه و اله باشو از این چرت و پرتا که با هم بر برخلاف جهت خانواده خودش خیلی حرکت کرد یعنی خیلی فرق داره بقیه خانوادهش یادم این خیلی هیپیه با حال اهل طبیعت و اصلا یه اصلا یه حس حال دیگه ای داشت مثلا بقیه خانوادهش و من یه چیزی که خمیشه رو مخم میرفت اینه که چرا من نمیتونم خودم باشم و آدما بر اون چیزی که من واقعا هستم هدف من قضاوت کن یا حال میکنه نمیکنه نمیخوام همه عاشقم باشم ولی حداقل ریاکاری نکنم دروغ نگم که یه چیز دیگه هم. و این نگرانی که ما تو به وجود میاد از کودکی که آقا دیگران خیلی مهمه که چی فکر میکنن در رو تو کسوشرترین ترین چیزی که بچه ها میتونیم یاد بدیم چون آدم باید واقعا بر اساس اون ارزش های درست حالا آقا انسان رو خوبی خوب باشیم و همدیگه خدمت کنیم عشق بدیم انرژی خوب بدیم همین سر جاش ولی تقیقتش آدم بود برای خودش زندگی بکنه تو برای چش دیگری زندگی نمیکنی تو اصلا دینی تو من الان به عنوان مثال تو رو دارم میبینم تو خونهت و با خانوادهت و چجوری بچه تو داری تربیت تو چقدر عشق میدی بهشون چقدر حضور داری براشون و بیرون ممکن که بگه خب این چقدر اینفلوئنسر بعد یعنی این مام بابا میان اینجور ادبیات حرف میزنن تو خونهشون جوینت میکشن یا فلان میکنه، اگه شما از صد تا مام که من دیدم بهتر برخورد میکنید میفهمم الان منظور پوینت هم چیه یعنی این الان خیلی شد این پادکست ها رو من این حرفا من دیدم به تو هم به من میگم رام چرا با اصلا با, با سهیل میری پادکست کار میکنی از کلاست میاد تو یا به تو میگم این یارو کسخوری چیه مثلا ال... مثلا میری با شرف می من فقط میگم میگم <applause> ولی منظور اینه که تای خطش من تو تخم میمونه ما کار خودمون رو انجام میدیم اون چیزی که به ما لذت میده با... به قلب ما حال میده یعنی اگه آدم بتون از مثلا یه چیزی هم یه یه اتفاق خوبه مثلا درآمدی هم داشته باشه خب یه ساید افکت خیلی مثبتی قر نمیزنیم به این موضوع ولی هدف و نیت اول اون نیستش ببین من چیزی که همین داستان که میگی مثلا مردم میان به من خب من باسه آدم که شاید واقعا همینش که گفتی با هر کسی که تا حالا ویدیو گذاشتم این خودتو و پوریا و هر کسی یعنی من ویدیو گذاشتم مسیج گرفتم که آقا این به کلاس تو نمیخوره از این افر. مردم کلا دوست دارن حرف بزنن خب همه ها خود من همین کلود همه دوست دارن یه زری بزنن که بگه آقا اگه مثلا پس فردای روز مثلا تو رو یه مرد هم دعوا اون شد یارو یه کامی زده دادا من دو پیش اونی بودم که بهت مسیج زدم گفتم این کینگ تخمیه مثلا اینکه که کرکتر خالی این مامانمه هر اتفاقی میفته میگی دیدی گفتم و میگی دیگه تو همه چی خب میگی اونایی که مثلا میگن مامان من فرامتون عالی میشی عالی بعد اگه میریدیم که می خب هیچی نمیگفت اگه آرمین خوب میشد من میگو دیدی گفتم الکی نگم حرف من گوش شد من میدونم چی میگم و من چرا که چه جوری خوش نمیونه که اصلا این حرفش اصلا جالب نیست خب هر دفعه داره این کارو میکنه هر دفعه داره میگه آقا هر چی بهش میگی میگه من برو درست میشه مثلا میشه زنگ بزنم میگم مامان من الان 3 دلار کم دارم تا 5 شنبه بعد بیام باش بالا وگرنه بعد 5 دلار ضرر بدم میگه نگران نباش اگه تو 5 شنبه 35 تو حساب بدم من اسمم عوض میکنم و پنجشنبه اگه نباشه میگه اشکال نداره مال یه اتفاق میفته ولی اگه باشه میگه دیدی گفتم من ناگهان بهت بخیر میگم چیزی میدونم من میدونستم من چرا نفهمیدم این داستانی که چرا آدمو نمیبینه خودشون که مثلا یه کار مثلا یه کار کسخوری یه ما انجام بدم خودم ببینم دیگه نمیکنم این کار میگم اوه این خب معلوسه دیگه نکن به مامانم که میگیم باز ادامه میده حالا من مامانم میاد دور بر میگم به همه آدما آدما دوستان یه چیزی همیشه بگن که میگم من گفته بودم من فکر میکنم همه آدما دوست دارن کردیت بگیرن این خیلی مهمه که ما همدیگه رو ولیو کنیم من همیشه به دوستای نزدیکم همیشه میگم به تو هم دیروز خود گفتم یاد باشه بیرون تو بالکن بودیم یادم نمیاد ب... می... گفتم که ارزش خودتو بدون فلان بسات نه اگه تا آخر عمر ما زیر پل بخوابیم چیزی که اکسپرینس کردیم میارزه به زندگی خیلی آدمایی که تا آخر عمرشون موفقم باشن تو من بخوام خیلی دوست میگم میگم بسپر به, به همه میگفتم یعنی میگم که من بچه بچه‌ها قدر زندگیتونو بدونین خوشحال باشین نمیدونم چون آدم وقتی توشه نمیفهمه همونجوری که وقتی تو دو رابطه دوست پسر دوست دختر کسی فسی همه بیرون میبینن دختر واسه تو و تو نمیفهمی 10 تا دوستات میذاری کنار ولی باز دنبال دختر میری چون که وقتی توشی نمیفهمی همه آدم اینو دارن تو همه تو همه یعنی مثلا یارو بیلیونر هم نمیفهمه بیلیونره یه یعنی بایی که بهش یه دادا تو بیلیونری مثلا اوکی منم شب بیام بعد میگه ببین اگه تو شب بیای همه ذوق میکنن همه میان از من تشکر میکنن که تو رو آوردم بفهم این شخصیتته اه. و من اینو, اینو خیلی تجربه کردم بر همین آدما میخوان نوتیس بشن و وقتی نوتیس میشنم حتی نمیفهمن توش دارن نوتیس میشن چون همیشه توی بابل خودت هستی که دنیا چه خود داری فقط میبینی به خود فقط داری فکر میکنی واقعا نمیبینی اتفاقی داره واقعا میاد چون تو فکر میکنی همه هم دارن به تو فکر میکنن همه دارن تو رو نگاه میکنن مثلا برای همین مثلا دوستان رو از اینجا میاد تو تو اول هم میگی که الان ما که میریم بیرون همه دارن راجبه مثلا بابای من همه دارن راجبه ما صحبت میکنن که وای در که هیچ کی هیچ هیچ کی صحبت نمیکنه سال یه بار مثلا بابای من تو خونه که میبینه یارو چی نداره بگه میگه سوال دیدم تو ویدیو چه کوسچرایی میگه و <applause> با من که تو تمامش میگه اینا از پارسال تا حالا هر روز داشتن راجبه این صحبت میکنن اینم که تا دید منو گفت به من بهش برسونم میدید دنیا رو همه در چش خودشون به نظر من میبینن دوباره همه چی من دارم شخصی مغز خودم فقط نادر پروسس میکنه نه کسی گفته نه کتابی خونم نه هیچی نظر شخصی من که تو دنیا داشتم عجیب بود که همیشه چرا قد... برای چیز به این پوچی و بی اهمیتی اصلا تو بگو هر روز من نشستم اینجا میگم آقا کینگرام تخمیه بلد نیست پولش رو منیج کنه میره کنسل میده این پول نمیاره میاره بعد الان ماسه خودش ماشین نخریده اصلا من هر روزی آدم تخمیه هم این کار میکنه میکنم از با تو جم تخمیه که چی؟ چی شد؟ الان فکر هر روز الان مثلا ما نمیدونیم میگه این خونه بغلی ما فرض کن هر روز این حرف راجع به من تو میزنه چه دستی تو زندگی ما داره بعد فکر کنم 50 نفرم دوستاش نزدیکشونن که سه تاشون هم دوستای مشترک مونن اونا هم اینا رو همه دارن میشنون دخمت آره واقعا عجیبه که این توهمات خودمون ما یه جمبندی میکنیم که انگار سه نفر چهار نفر ده صد نفر ما بگی فوقش یه سری چرت و پرت تو دارن میگن یا فکر میکنن هرچی تو تصورات خودمون فکر میکنیم که تمام انسان آدما دارن, دارن صبح و شب در مورد ما حرف میزنن اصلا ما نیست که سلبریتی مثلا هر همه انسان همینو دارن چون ما همون چون دنبال اون تاییدم هستیم از این انسان دیگه و این تایید رو اگر نگیریم به جوری که احساس کنیم که من دارم کار درست میکنم یا دارم تو مسیر درستی قرار میدم ببین دقیقاً آدمای مذهبی مثلا خیلی بیشترم اینجوری فکر میبرن همینقدر میجنگن سر ارزش ها باورای خدا و الهیاتشون بخاطر اینکه خودشون تایید دلشون یه شکی هستش ایمانه بالاخره یه شکی هستش که آقا اون یه چیزی قبول <applause> کردیم یه چیز، یه چیزی هست اونجاها برای همین احساس بهتر و پرتر میکنن که بتونن قانع کنن حالا با فند بیانه با چرت با زور با کتک با هر گونه ابزاری که دستشون میاد ولی فقط بتونن قانع کنن برای اینکه تو دل خودشون خودش راضی کنن یه ذره آرامش بیشتر داشتن بیشترتون خودش راضی کنه که نه من این مسیر رو که رفتم اشتباه نیست و الان میگم دیگه توی دنیایی که امروز زندگی میکنیم به خاطر تکنولوژی خب همه به هم خیلی بیشتر اکسپوزی و همه هم رو بیشتر میبینیم و زندگی هم رو خیلی توش بیشتر فضولی میکنیم ولی از اون منم باز توی همین این داستان داریم یک شکلی از خودمون رو نشون میدیم همه مثل مناتون نیستن که انقدر راحت بیان و همه چشون کنلو خر بزنن همه میخوان بهترین زاویه خودشون آره بهترین نور تو بهترین من, باسم من با خیلی ویدیو میگیرم دیگه بچه هیچ کسی نمیاد واقعا خودش باشه من با تک تک آدمایی که ویدیو میگیرم پشت کمرا یل خورده شد حتی حالا میگم یه کوچولو مثلا بگو یه اپسیلون ولی فرق دارن یعنی حتی مثلا دیشب ما ویدیو گرفتیم با کیمیا اگه ویدیوش ندیدید با حال نگاه کنید ام ام با کیمیا ویدیو گرفتیم مثلا سه چهار سوال پرسیدیم بعد مثلا خیلی جواب نداد مثلا دیگه یعنی گفت مثلا نمیدونم فلان نگه نمیخوام جواب بدم نمیدونم فکر نکردم بهش بعد که ویدیو رو قد کمی رفتیم بالا تمام جواب رو داشت با مثلا خاطرات و رو مثلا روز شنبه بارونی بود وقتی داشتم این خاطره می که به همه چی رو مثلا صحبت کرد بعد مثلا من دلیل اینکه اون لحظه نمی اومد چون این همین آبروه همین این... ترسی بود از قضاوت آره شدن بود یا... که چون میگفت دفعه پیش که تو ویدیو دیدم دیروز که اومد گفتم نمی‌دونستم ویدیو تو رو زیاد نگاه میکنه اول دمتون گفت نمیدونم ویدیو تو رو انقدر آدم زیاد نگاه میکرد از روزی که اون ویدیو اومده بیرون روزی ده نفر به من زنگ میزنن بعد یه چیزی میگن و میخندن از این حرفا باسه همین این دفعه خیلی همش محتاط بود و مواظب بود یعنی تا فهمیده بود داره واچ میشه آلدی آلدی کاراکترش جلو کمرا فرق داره فرق... یعنی اون کراکتری که دفعه پیش جلو کمرا دیدیم سی درصد با واقعیتش فرق داره بعد که اون... اونم دیدن دوباره سی درصد دفعه پیش دوباره کم کرد یعنی الان اومده 40 درصد یعنی 60 درصدش نشون دیگه نمیتونیم ببینیم خب مثلا چرا یه آدم دو بار یا مثلا آدمای دیگه آزاده آزاده بچه ها نمیدونم ویدیو شد دیدن اگه ندیدن یه دقیقه اون صحنه یه دقیقه اولش لطفا بذار <متصفح> 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 خب بچه دیدین این داستان داستانش چیه این خانوم به من مسیج زد گفتش که آقا ویدیواتو نگاه کردم شما یه پرتغال خول کم داری به ویدیوهای من که توش چیز خلی کمه خورده اوکی. خودش ادامه داد که فکر میکنم یه شخصیتی مثل منو لازم داری که بیاد به حال بازی در بیاره بعد میاد اینجا یه بوتچی تکیلا تمام تموم میکنه یه ویدیو درست میکنیم که خیلی کسافت کاریه من پخش نمیکنم اون ویدیو رو سه روز دیگه بر میگرده بدونین بدون اینکه که مصباشی میشیم شست درصد قوی تر از اون ویدیو ویدیو میگیریم چهار روز بعد از اینکه ویدیو میاد بیرون زنگ میزنه که من زندگیم ریخته به هم. همه خانواده هم از ایرانی ای و دهنمو سرویس کردن جون هر میشه ویدیو رو بیاره پایین و ما ویدیو رو بردم پایین به خاطر این آدم یعنی ببین خانوادهش نمیذارن حتی 50 درصد خودش باشه خب این چه جوری چیز خوبیه تو سوسایتی چرا سوسایتی اینو قبول کرده چرا وقتی دو نفر زنگ میزنن یکی جلو وای نمیسه بگه آقا ول کنین میدونی یارو دختره که مثلا اومده بود اینجا نه ند... 24 سالشه دختر تقریبا 40 سالشه یعنی دو زن بزرگه دیگه معذرت میخوام اگه تو سن 40 شما جک و جی, جی تو پنجا قیافت عوض نمیشه یعنی مثلا من دخترم تو سن 20 24 جک و جی, جی بازی در بیاره امید دارم تو 30 35 عوض شه ولی اگه 30 35 جک و جی, جی باشه من دیگه نمیگم که نکن میگم دیگه وارا دیگه توی تو جک حالشو ببر خودم میام بهش آفر میدم میگم, میگم اونلی فنز باز کن اینجا خوب پول میگیری لازم نیست کسی بیاد نه اصلا میکنم دیگه چون میگم دیگه تو اینی این هم که اومده تو این سن اومده. تو دیگه حالا اصلا خانوم اصلا آشغال پتی گل هر چی که میخوای اسمشو بذاری بذار این اینه دیگه الان تو چه دیگه که عوض نمیشه که ولش کنی آره عجیبه که این استیگمایی که وجود داره توی خانواده های شرقی تر احساس میکنم این محافظه کاری بیشتر وجود داره تا توی در خانواده غربی تر این شاید خب کم بودش اصلا به تخمشونه آره. اونور اصلا بذار من زن تو بگیرم یعنی دیگه اصلا هندو اینا که میگه دیگه کسافت کاشی اونجا خیلی بدتره و این من میگم من به نظرم چیز سالمی نیستش برای مام باباها و فشاری که رو بچه هاشون میذارن میدونی خیلی دران که تشویق کنن که بچه هاشون رشد کنن و بهترین شکل خودشون در بیان به بیشترین پتانسیل خودشون برسن آدم وقتی که این محدود میکنه طرز فکر رو و دیوار کشیدن دور بچه خودش بعدا توی جامعه جوری بزرگ میشه با کلی انسیکیوریتی و کمبود که همش نگران این تایید است که باید بگیره از از, از همه اگه بقیه منو تایید نکنن پس من وجود ندارم در که آقا من زندگی برای خودم میکنم مثل من اون دوستم جیسن که تو ماشینش زندگی میکنه خیلی مثلا یا اون یارو در داغم داغون فلان یه سری عاشقشن چون یه مثل یه هیرو توریه برای خودش کاملا ضد استانداردهای جامعه مدرن زندگی میکنه و برای آدمو خیلی جذابه و یه سری میگن بابا یارو کرکسیف اون آدم خوشحال ترین آدم دنیاست حالا واقعا سو بولمش دردی نداره نه به کسی بدهکاری داره نه مشکلی داره میدونی هر جان بخواد میتونه بره خیلی زندگی شیرین و ریلکسی من نمیگم همه هم باید اونجوری زندگی کنن نه خونه و پول اینا هم اصلا باش مشکل ندارم با لاکجری و فلان ولی من بحث اینه که ادای این تنگا رو در نیم ادای رو در که آقا مهم بحث احترام فرق داره من آدم محترم مثلا جایی که محترم باشم خب گاف که نیستم دیدم تا گفتش که سوی با کوروشینا تو با ویدیو درست کنی گفتم خب من که خودم هر روز شانس داشتم باشون آشنا بشم بعد گفت پپو گفت ولی خب نه فوش بدی یا گفتم داد عروسی هم دعوت میشم <laughs> اونو اونجا چرا نباید فوش بدی اونا چیزه همین کلینه کلینه دیگه اونا خیلی کلینه دیگه کندشون قویه نمیخوان ریس بکنن آندرستند و باید من عروسی میم بگم آندرستنده باشه شام شب من اینجا خودمم من برنامه خودم خودم ولی وقتی تو برنامه تو تو برنامه داری میگی من میخوام این قواهی دور کنم من به تو گوش میدم من تو پادکست خواهم کسی میاد راجب خود حرف میدن تا حالا یک بار نگفتم نگو چرا نگو چرا نگو سم میگه من فلان مثلا من همیشه گوش میدم و نسبت به اون شاید هم صحبت بکنم نسبت به اون ولی چقدر نمیارمش پایین اون لحظه نیستش که من خودم باشم که با دین مخالفم و با بیان بگم و فقط آدمایی که گوش خوانم باور میکنن اون لحظه هیچی نمیگم گوش میدم بعدش هم هیچی نمیگم بعد نمیره تمام بشه برم بالا بگم النا این دو یاری که اون دیوونه بود بخون نه اصلا چون میگم میفهمم آدما باید فیلم بازی کنن ولی من نمیخوام فیلم بازی کنم میفهمی چی میگم آره. من نمیخوام تو این بازی کثیف کل سوسایتی که 99 دو درصد دارم بازی میکنم با این واو باشم صاحب دول میشناسی دول موضوع اون میکنه مثلا مثلا من 97 درصد آنانس دو درصد چه چیز دیوونه دیگه خیلی یارو پول داره بزرگترین لب ریسچ سرطان تو بیسمنت خونشه فکر کنم بزرگترین لب ریسچ دنیا <تصف> <تصفح> <تصفح> چون زنش آه. از سرطان میمیره بعد میخواین نشون بدن میرن تو خونهش یه قصر در باز میشه یه مرد هفتاد ساله با یه کچلوان مثلا صورتی روی سه چرخه با ما ماموکو اون سایز نشسته با اون میاد بعد میگه بیاین دنبالم من معونم یعنی <applause> نها تو پول دارم بعضی ما یکی ازش که خودشه تمام انسان ها میخوان اون یا من یا تو باشن نه مثل ما باشن ها. یعنی میخوان خودشون باشن آره یعنی من وقتی آدما رو میارم تو اتاق خودم 99.9% آدما تبدیل میشن به خودشون هرچی چی میخوام بگن هر حرف میزنن چون میدونن نه من جاجش میکنم نه پشتش میم حرف میزنم نه تا حالا شده من دل... پشت یکی راجع به تو حرف بزنم نه همیشه اگرم چیزی بوده واقعیت داستانی بوده که گفته این اتفاق افتاده نه اگه فکت چیز نمیکنم کاری ولی مثلا شما میگم فلانی فلان نه تا نشده واقعا حالا اینا بخد... مثلا اخلاقی که تو هم دوست دارم که مثل من داری همیشه با همه دوست باشی با با کسی اختلاف نداشته باشی و میگم دیدگاه مختلف و منم دوست دارم تو برنامه داشته باشم و دو تا آدمو که میان تو مستی و راستی لخت باشن خودشون باشن خیلی وقتا به قول تو نمیتونن دیگه 60 درصد 50 درصد خودشون نشون میدن و مسئله که پیچ میاد اینه که خب مردم چون واقعا دوست دارن اون پارت واقعیشون رو بدونن بعد مردم خر میفهمن کسی که داره چقدر خودشه چقدر نیستش و به نظر یه آزادی و یه رهایی زیبایی هستش که وقتی که خودتی و نگرانی نیستی از اینکه قضاوت بشه دیگران چی در مورد تو فکر میکنن خودت اصلا زندگیت انقدر سبکتر میشه نیمم آدم وقتی که میگم فلانی در رو من کامنت چی گذاشت یا فلانی چی گفت میگم تو کس خولی که اصلا یک ذره وقت و انرژی و فکر تو میذاری برای اینکه یه نفر دیگه در مورد تو چی فکر میکن و خودتو تو انقدر ناراحت میکنی سر این موضوع حالا من یه سوال دارم این داستان درسته که حرفایی که ما میزنیم ولی واقعیت متفاوته یعنی من اگه مثلا الان برم زیر ویدیو ببینم 200 نفر کامنت زدن که سو ویدیو دیگه تخم میشه حال نمی کنیم. من فردا یا دیگه ویدیو درست نمی کنم یا دیگه راجع اون چیزی که درست کنم عمرم ویدیو درست نمی کنم. یعنی هنوز مردم حرفشون یه تأثیری داره خب آره ولی نه با حرفش اونقدر ببین در در و کیفیت کانتنت همیشه اشکان نقد کنه حرف بزن نظر بده یاد بگیره رشد کنه اصلا مشکل نیست ولی بحث اینه که وقتی دیگه آدما میدونی یه توی دو جامعه امروز به خاطر تکنولوژی و سوشال میدیا آدما میتونن بیان زیرک پست هر کسی هر کسی هر چیزی که دلشون میخواد بنویسن بیشتر اصلا این, بود. بود. این بود, حالا مثلا تو خونت همش مامانو بهت بگه تو تخمی داشت بگه تو تخمی من زنگ میزنم خب راست میگن تو تخمی تا چقدر میتونی ایگنور کنی واقعا چون مگه مثلا همه بهم به بگن دیوونه میشم بعد کاری که میکنم اگه بفهمم تو اکس و وای به من میرینین با شما ها دوری میکنم که اون انجریختر رو که روم تاثیری نذاره خب بذار سریع اینو باز کن. دو تا بحث با هم اینا رو قاطی نکنم یکی همون بحث سوشال میدیا رو باید بعد به بحث شخصی okay. تر سوشال میدیا اتفاقی که میفته اینه این که تو اتفاق بعدی که داره میفته میبینیم اینه این که آدما چون مثلا میترسن با من تو حتی استوشیتد باشن که دیمونتایز نشن یعنی غیر مستقیم خود یوتیوب که داره این کارو میکنه با آدمو یاد میده که خودشونو سانسور کنن و خب ما هرچی از خود واقعمون دورتر بشیم خب محتوا چی میشه همه چی میشه چیز پاستوریزه شده تکراری و لوس اشغال میشه وقتی که سلام بچه‌ها روز اه. جمعه است خوب همین میشه دیگه. خب خیلی دیگه اصلا لوس دیگه این اصلا این دیگه, چی میشه اینقدر دور از واقعیت میشیم دقیقاً یه اپیزود بلک میر هستش که سوشال کریدیت سکور که امتیاز رو سر آدم واسه و همه علکی با هم ادوی میدونی اینو در من که خایمال هم دوستام میگن روی امتیاز کمتر بر نده ما داریم همین داره. کارو میکنیم این اپیزودی که داریم کسی نیده یه برای اینکه بخوای کاری بکنی باید امتیازش بشه مثلا بخوای هواپیما بشی باید بالای 4 ستاره باشی نمیتونی بشی آره همه سوشال اسکریت روی سرشون از 5 ستاره داره بعد که توی فیلم اول فیلم یه عروسی دعوت میشه که مثلا رئیس جمهور رو دعوت میشن بعد برای اینکه اون عروسی بری باید ریتینگت بعد 4.9 به بالا باشی بعد این دختر 4.9ه اخونه که میاد بینو سر میخوره کفشش کثیف میشه بعد یکی رد میشه حال نمیکنه به کفشش ریتینگ بد میده بعد همینجوری ریتینگش میاد پایین تا میرسه به دم عروسی ریتینگ شده مثلا 3.5 بعد دیگه نمیتونه برگرده خونهش میشه هوملس میمونه چون دیگه سوار هم نمیتونه بشه توی یه روز یه زندگی از این اپیزود بناتون این قضیه آره قضاوت آره آره آره. و سویشال کردیت و ارزش های اجتماعی خیلی خوب واقعا خلاصه آره. کرده و واقعا ترسنه که چون ما, اگه ما همه داریم برای ادای همدیگه و برای لایک همدیگه داریم ادا در میاریم ما داریم از خود واقعمون دور میشیم و داریم تبدیل میشیم به یه چیزی که نمیخوایم و این توی وجود خودمون این تضاد ما رو جر میده دیوونه آره میکنه سوژدی میکشه اون یه نفر من شخصا که خودم بودم اصلا اصلا زندگی بس من راحت نبود من یادم میام که بولی بودم زورم زیاد بود که من سیاه کاراته داشتم تیم ملی نوجوان بسکتبال انتخاب شدم مثل سگ قدم بلند بود و هیچ که حرف گوش نمیدادم هنون ناراحت شدم یعنی دارم کسی که تیم که که قدش کوتاه باشه مشکلی داشته باشه زورش نرسید اون خیلی امکان داره بیشتر از من شه واسه من دارم واقعی نگاه میکنم دارم میگم که آقا من برام راحت نبود خودم باشم آقا من یه عروسی وسط تابستون تو تورنتو من با شلوار کوتاه رفتم همه نگاه میکردن کد شلوار بود رفتم کد شلوار گفتم آقا من کد شلوار شلوارک میخوام گفت سه تا داریم. پس من کد شلوارم وجود داره گرفتم آقا همه اصلا من دیونه میگم من شما دیونه اینکه این که شلوار بلند پوشین دو تا بستون همه واش دارین این خودتون بود من ریلکسم حال عروسی میبرم ولی نه شلوار بلند بپوش زج بکش خب آها آه ز این زج بکش ولی جلو همه میدونین اینجوری باش ولی الان تو اومدی کد شلوارم پوشیدی خوشحالی و خوشحالی داری خ... پازیتیو وایب میزنی اینو آره میخوای ببینید تو مهمونه این خدا میخوای ببینی دقیقا ولی میگن اون باش من نمیفهمم چرا مردم قدیم بودن میگم دیگه برای اونم قاطی کنم من مثلا میام خونه تو میمونم با میام باز میخوام تختمو درست میکنم ملافه آدم گاو که نیستم که مثلا پشت کو گیدم که اون قدم توی خونه تو توی محیط تو که سلطنت تو و من قوانین تو رو, رو همونجوری که خود گفتی وقتی میام پادکست تو وقتی میام برنامه تو من احترام به اون قوانین تو من این کارو میکنم با اینکه این شاید برخلاف میل من باشه یه سری چیزا میگم اینجا ولی چارچوب حریم اینه ولی توی اجتماع جایی که یه پابلیک دومینه آدم اگه بخوام خب یه چیزایی هستش که همه سعی میکنیم که کلکتیولی مراعات کنیم دیگه آقا دیگه کتک نزنیم هم رو به هم تجاوز نکنیم لگر این چیزایی خب ابتدایی هست که همه رو رعایت بکنن ولی مثلا دیگه که تو خونه داره مثلا برای خودش تو هدفونش آهنگ میخونه و فلانو رها حال داره میکنه میگه با وای یارو مثلا این کس خلوف باشه و باش با داره حال میکنه به تو که ضرری نمیرسونه مشکلی که نداره برای تو ولی تو اون بحث شخصی که داشتی میگفتی که آقا مامانم یا دوستان یا چند نفر نزدیک به بهم میگن آدم رو میگن اون یه بحث فرق داره اون شاید تو داری توی روندی میری تو زندگی مثل همون اون آدمی که توی رابطه سمی و تاکسی که خودش نمیبینه خیلی هم سخته چون نزدیک ترین که به تماسن سعی دوستان تو رو کمک کنن تو توی موقع بعدی هستی که معتادی مشکل مالی داری مشکل به اعتیاد مواد داری تو رابطه تاکسی کسی هر چیزی و دارید قرن توی جای برهی تو زندگی هستی که دارید تصمیم بد میگیری و یه،, یه, توی باز میگم این حالا شد تو فرنگ شرقی باشه برای مردم شاید این بیشتر باشه خیلی جاها که یا میان یه غروری با داشته باشی که مردی و تو نمیتونی آسیب پذی باشی نمیتونی خودتو ضعیف نشون بدی نمیتونی گریه کنی نمیتونی نشون بدی که آقا من مشکل دارم بر اینو میریزی تو خودت و هرچی تو درون خودم بیشتر میریزی این بیشتر تبدیل میشه به عقده و به سرطان و به انرژی منفی در حالی که بتونی اینو در موردش صحبت کنی بری تراپی با خانوادهت در میون بذاری و احساسات واقعی خودتو ابراز کنی این فقط میری توی جای دارکتر و دارکتر و هرچی تو به حالت تر بری فکر کنم جای دارکتر رو کیری تری میرن و این باعث میشه که آدم میرن کسخ مرس هم برای میکشه همه شون دیگه همه تنها هست که دوست ندارن کنکشن ندارن کنکشن من صد هزار بار گفتم مهمترین چیز توی زندگی آدم دوست خوب خانواده خوب یه چیزی خوب. بگم من بگم. دو کنکشن گفتی آقا خدایی خیلی نامردین همه بله گوش شدیم به حرف من من که مدرسه بودم تو ایران خب میگم من چون گنده مونده بودم همه مرسه دست معمود خب واسه همین احساس مثلا ریاست میکردم تو مدرسه حالا اینو کاری نداری یعنی مدرسه که من میتونستم به همه بگم به تخمم یعنی این قدرت رو داشتم که بگم همه تون ولی هر وقت هر سال اول نگاه میکردم اینم چند تا بچه جدید من تو مدرسه من هیچ خودم مرسام عوض نکردم من همیشه یه مر... رفتم مدرسه که اول تا پنجم اولان رفتم یه مدرسه تا سبون دبیرستان شما این زج رو نکشیدم که یه وسط سال به دوستای جدید پیدا کنی از طرفا اون سالی هم که رفتیم اول همه اومدون اول راهنمایی همه جدید بودن به خاطر همین ولی انقدر شعور داشتم که گفتم وقتی یه بچه جدید میاد تو مدرسه خیلی صحنه که 200 بچه جدیدیشو نمیشه کی کی چی چیه مثلا ترسناکه من رو کمک کنم و من نگاه میکردم همیشه اون که چاغال ترین بود یه گوشه وایساده بود هیچ کی حرف نمیزد روز دوم بود همیشه میگفتم مثلا پیشم سلام میکنم اسم من سؤیل اسم تو چیه میبردمش تو گروه بچه‌ها معرفی میکردم مثلا میگفتم آقا چی دوست داری میگم مثلا شطرنج میگفت شطرنج اون دو تا دایی دوست شطرنج بیا ببرم پیش اونا هیچ کی به قرم این کارو نمیکرد چه جوری این قوادمو سنگ دلن چی میگذره تو دنیاتون که هیچ کی هیچ کی دیگه تخمش نیست بعد همه اونوری رو میدیدم که خاره این سه اینجا آقا اذیتو میدیدم بکنن رایج بعد واسه همین اصلا میرفتم که بچا ببینن و من کانکت که دیگه اذیتشو نکنن آره فرهنگ بولینگ متاسفانه وجود داره دیگه تو دنیای آره. امروز خیلی من بودم البته مثل اینکه بچا میگن داستان این واسه <laughs> <روز> خیلی خوب <laughs> 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 <applause> بود. که دوستا داشتیم تلویزیون میبینیم 27 سال بود اصلا دوستان پیمان تمام دبیرستان با هم بودیم راهنمای دبیرستان بعد داشتیم تلویزیون نگاه کردیم بعد از این یو بود و یارو اومد از این قولا گفت بولی نکنین استاپ د بولی اگه میخوای کام بولی می و من اصلا پروا که چقدر این بدبخ کانه آمریکا یه مشکل دارم با این داستان بولینگ و اینا چقدر ایران خوبه که ما بولی نرج با هم, هم دوست بودیم بعد قیافه دوستم بود بسکش یو ورده بولی یو دونت تل می دیدن نو گفتم به خود گفت وات دی فاک یو من تو 27 صاف همین آی واز دی بولی من همه معذرت میخوام ولی خدای خوبم یعنی بولی خوب بودم میدونی من حالا به چیزم نقش چیز داشتم بولی کوشو داشتم تو مدرسه من مثل دکستر بولیا بودم بولی های مدرسه رو میرفتم میدیدم به کیز دارن به ضعیفتر خودشون زور میزنن میفتم دهن اونا رو صاف میکردم نه من به ضعیف تر خودم زور نمیزدم من با رفیقای خودم شوخی خرکی میکردم اینا به عنوان بولی نگاش میکردم میفهمی چی میگم <applause> بولیشون گردید نمیرفتم مثلا بچه کوچیکا رو اذیت کنم یا مثلا یه کاری که خیلی توخیم کردم <خصف> آره دیگه بولی بودن همه بچه که میخواستن ساندویج بخورن گاز اول من باید میزدم <تصفيق> 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 سر نهار مثلا برای من 20 تا ساندویج اگر سانه جو میبینم داری میخوایی به من گاز سانه جو میدخم زمین عجب آدم آشغالی بودی واقعا من با اینجا میبودم کتاگت میزد از زورم شد نمیرسید بری سانه رو میفروختم یعنی سانه مانا خیلی خوش هزه بود دقیقا چرا تو دنیای کاپیتالیستی آدم هایی مثل سویل موفق میشن ساندویچ مامانم خوشمزه بود بعد بچه گفتم بد پول میدیم بعد مامانم گفتم بیشتر آره بعد مامانا واقعا سانجیشون خ... اصل اصلا ورسه هم ما همه داشتن یکی که آره ما... خیلی خب رو... مانم. بعد دومو گفتم دو تا درست کنیم یکیشو بفروشم بعد خیلی پول خوب گفتم مامان سه تا درست کنیم بس سه تا درست بعد دم نمیاد اولی هم بخونم اینقدر گران زمین میخرین سانجی رو مثلا بیرون بود 180 تومن و من مثلا 500 منم صفر گفتم که اوکی سه میفروشم حالا که سومی فروختم دیگه قضا نداشتن گفتم آقا سن که قضا ندارم هر کی یه گاز به من بده <applause> چون دهنیا نمیخورم من گاز اول بشه <تصفيق> من <applause> تو من بچه که منو از قدیم هم میگن رام تو هیچ فرقی نکنه من از قدیم خب سری افکارم خب طبیعتا روش کرده ولی کاراکترم هر کی منو میبینه مثلا زن و بچه گرفته رفته, رفته کمپانیز زده میگه تو همون گویی که دقیقا تو های سکول هم یعنی اون شخصیت یعنی من, میگن من خیلی شبیه یعنی اون, اون شخصیت خیلی ریلکس و رها و فان تو مدرسه هم یه جوری از بچه که قبل از آدم معروف یا چیزی بشن تو مدرسه بچه ها میرفتن من بول نمی کنم اصلا خوش میرفتن برای من موقع نوشابه کن بود و اینا که گرون بود و خیلی مثلا تازه ماده نوشابه کن میخوردن ساندویج برای میخرن که با هم فقط رفیق هم باشن مم. یعنی من اصلا بدونی که اصلا چیز میکردم نمیدونم یه... یه... چون انقدر بچه متفاوت و کسخل و دیوونه ای بودم همه همه خواستم با هم با رفیق باشن چون خیلی خارج از اون چارچوبی که عادت داشتن یا آدمی اومده بود توی زندگی هاشون و حالا برگرم به هم بحث آبرو خب که واقعا این روزا که منو رو ویدیو میسازیم میخوام مثلا فامیلاتون مام بابا آشناتون کسی مثلا قور میزنه که آوای آبروی ما رو میبری مامان بابام راستش بخوای میدونم تو دلشون قوره ولی میدونم نمیزنن ولی برام خبر اومده حیف کاش تلفن ها همه داره ضبط میکنه اگه نبود میتونستم زنگ بزنم مامانم اصلا بیارمش روی خط خیلی باحال میشد تلفن منو میتونی استفاده کنی هفت نیستم که تلفن مامانمو ماما. من شمارهشو دارم آره شوخی خب آره منم شما مامان تو دارم بی 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 بی. بله مامان جانم تلفن تو گوشی دوست من چیکار میکنه وای بسم الله الرحمن <تصفيق> 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 سلام سلام خوبی <تصفيق> سلام کدومتونید <applause> 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 من نمیدونم من سهیلم و با کینگ رام داریم راجع به آبرو صحبت میکنیم بعد کینگ رام پرسید که الان واسه این ای که مثلا من تو پادکستم میگم آیا شما احساس میکنین آبروتون رفته یا نه گفتم بذار بزن زنگ بزنیم از مامان بپرسیم ببینیم مامان چی میگه مادر چرا برون بره میدونی که مامان ها همیشه طرفدار بچه هاشونه نه میفهمم ولی خب مثلا تو میدونی که من حرفا که من میزم نورمالیست و بیتربیتی و از خب این حرفا واقعا تایده دستاس نمی مثلا ببین گوش بده گوش بده فقط تو حرف نزن منم بزن okay. این برنامه برای من و امثال من که نیستش چون طرفدارای تو مخاطبین تو جوون ها هستن جوون ها مامی این دختر تو اینجا از یک خواهان شنیدن این مطالب نو هستن که تو نو... جمع میکنی و استفاده میکنن ازش استفاده میبرن منم خوشحالم که تو تونستی باعث خوشحالی جوونا بشی چرا آبرون ببری چه مامان خفنی داری آره فش پول دادی دو با شده ولی مامان من همین برای من و من برنامه خالی مانده. سال دلت شبه که میخوابی یا تو دوش تنها هستی دلت نمیخواست مثلا من دکتر بودم بعد میومدم میگفتم که یا دختر بودی سلام خوب هستین مادر جان بفرماییم با هم بریم بیرون تایی دلت نمیخواست همچین چیزی یا نه اینو بیشتر دوست یا اصلا فرقی بعد نره ببین این یه سوالیه که الان نمیتونم فوری بگم مثلا دکتر. این اون <laughs> <applause> نه اصلا نمیتونم اصلا این سوال جواب بدم مادر جون اینو این جواب دادی جو خب دا ای. فهمید <applause> با بز حرف بزن مامورت انقدر نپر وسط حرفش با اه این سوال باید یاد بگیره که آره بقیه حرف بزنن با خودش حرف میزنه من چیکار کنم با این <تصفيق> 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 <من تحجیز دیدی؟ تصفيق> هر وقت تماشا بگیم حرف بزن من تاجی دادی حرف میزدی بیا بده گوشه مامو کنم مامو چی فکر نه بابا بابا داره حرف بزن نمیتونه ببینه مامو فیسام نمیکنه مامو کجونه بگو فیس کن بابا با. نمیتونم دادی تلفن دوستم من فیس تایم نداره مال برنامه‌شه خب بگو ماما خب پس ما پشته پوشته بریم آپاسی به 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 فارسی حرف بزن okay. آها میخواست بگی <تصف> مایو اندازت فهمیدم آه ولی مامانت واقعا آدم حسابی ها خیلی واقعا دمش این این عشق واقعا که این خیلی قبول در مامانای فکر میکنم حالا ایرانی ول همه جایی یه عشق آن کاندیشنال دارن شاید باباها نداشته باشن در این حد مامانا اصلا مامان منم اینجوری با همه دیوونه بازی هم و همه کاری که میکنم همیشه هوا ما داشته همیشه باشتم بوده همیشه حضور داشته ام قدر مامان تو امیدوارم که بدونی وسط حرفاشم نپری انقدر شما بدون که تلفن شده ای مامان چه تلفن تو تلفن تو تلفن کینگ رامه وقتی من پسرم توی تلفن من دست همه هست خب کاتمون پس کو قبول کات بدی به من این سوال نداره البته سوالت بی خودی مامان <تصفح> برو, برو برو به کار برسی موفق باشید, برم. باشید. برم برم. قربونت برم روز خوبی داشته باشی ایشالله که همه باهاتون حال کنم قربونتون برم خدا حالا ما صحبت میکنیم چه تلفن اینجا بود بدم قربونت برم بای بای خیلی باحال خیلی باحال مامان و جالبه و میگم تمام این عشقی که مامانم این میگم من برای من که نزدیکترین آدمای زندگی مامانمه مامان خیلی جوانم بود منو داشت و با اینکه از اونورم مامانا دیگه بلد نمی هم مامانم بابا که اصلا دگمه تو رو فشار بدن که یعنی من فکرم بیش راحت ترین آدمی که میتونه تو این کره زمین آمپرم از صرف به صد رو مامانم قشنگ آره مامانم تو سی سم من عصبیت اصلا یعنی یه هنر خاصیه خودمون مامانم کاره احمقانه میکنه مثلا میگه که در چجوری باز کنم یا مثلا میگه اونجا میشه در چهجوری باز کنم و من یوقاتی میکنم یه چیزی می در کنم من میشه حالت چیزه وقتی صدا میزنم بعد مغز من تکسلونی دارم ایمیل مهمی نویسم و هدفونم هم تازه تو هست. هم هسته یه بار داد میزنه بعد دو بار بعد سه بار خب مامان جون اگه دفعه چهار تو چهار و پنجون جواب نهدم این وسط یه برم و دفعه شیشم هفتون دیگه کلا هم به دیوار و همه چیو برد میکنم من چه خیلی خیلی باشون زندگی نکردم دیگه یادم رفته اصلا مثلا چی بود من آخرین بار که باشون زندگی کردم دو بود فکر می میکنم من اصلا سیزده چهارده سال باشون زنی نکردم من خیلی تا تونستم تا جایی که تونستم باشون زندگی کردم عروسی هم که کردم بهشون اصرار کردم که بیاین خونه ما زندگی کنین گفتم نه بعد گفتم که پس ما میایم خونه شما زندگی میکنین گفتم اوکی بیا بعد هی هرچی گفتم بیا دیگه من خیلی سخت بود جمع ولی من آره ولی واقعا خوبه که آدم فاصله اون نزدیکی و با هر چی برای شما کار میکنه یعنی بعضی دیدی آخه. من خیلی بدم وقتی کسی یه تعریف میکنه میگه آقا اگه تو تا 30 سالگی یا 20 سالگی یا 40 سالگی سال این کارو نکردی این قبول دارم یا این قبول اینا خیلی احمق هیچ وقت واقعا دیر نیستش برای موفق شدن برای رابطاتو بهتر کردن برای عشق پیدا کردن این اینو از ذهنتون بزنین بیرون میگن خیلی جوونا میشه نگرانن که آقا من و من نمیدونم دارم چه گوهی میخورم و چی کار میخوام و مادر چرا دو سالگی هم نمیدونم چه, چه گوهی دارم میخورم آره یه بلو پرینتی هست که مثلا میگم توی 20 سالگی خب تو انرژیت بیشتره واسه بیشتر میتونی کار کنی دقیقا. توی سی سالگی شعورت بیشتره واسه تو رابطه میتونی موفق تر باشی ولی یه جایی دتس دیگه حالا تو کی به شعور رابطه میرسی مهم نیست تو کی پول در سرعت کارت کمتر میشه ولی تو میتونی بری جلو با ماکسیمم الانت من الان دو سر کار کنم مثلا دمم گم بچه بودم 17 سال کار میکنم بیا ببندیم کم کم بحثمون همون بحث آبرو چیزی که امروز خیلی در صحبت کردیم که مادر قشنگ شما که خیلی خوب با افتخار نشون داد که چقدر شما آبروی خانواده خودتون حفظ کردین آره ساپورت کرد. آره نه خیلی آدم بالی بود. ولی من خودم تو فرهنگ‌های شرقی مثلا مثل ژاپن مثل یا حتی دی که یه بحث آنر یا آنر چی میشه به فارسی غرور نه پراید <متصفح> میشه آنر میشه دلید. توی کسایی که براشون خیلی مهمه که مثلا یه قاط اون حیثیت یا آبروی یا آنر خانواده ما رو اگه خودمون اگه از بین بره مثلا خودشون دیدی که انقدر از وجدان میگیرن بعضیشون یا خودشون رو میکشن خودکشی, آره می خودکشی من آقا من کمپانی کمپانیو بردم زرد آره بگو با... آدم مثلا باید به نظر بود زندگی خیلی پوچ باشه که تو خودتو به خاطر یه کار کوشیلی که تو نه سی ای او نه پایین نه فلان مثلا آره من انی دی زندان این داستان باشه یعنی تاش اینو زندان میگم باید دودولم بخوری <applause> آره نه ولی واقعا اصلا برای من خیلی عجیبه که آدما حاضرن برای آبرو تاریخ تو اینو بگم و حیثیت خودشون و خانوادهشون که مرام فلان و چی چی دست به کاره خیلی غیر منطقی بزنن و جون خودشون و اطرافیاشون رو در خطر بذارن برای اینکه فقط آبرشون حفظ اون سه نفری که یه بار در من توییت زدن و یه فکری کردن خدای نکرده اصلا آره مثلا اونا شن. راضی بشن آنر چی میشد فارسی من خیلی دوست دارم افتخار 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 و احترام نوشته اینجا شرف افتخار عددی یعنی حرفی ما دومش افتخاره افتخاره خانواده میگم بعد افتخار کنیم مثلا به همین با... مامانم گفتم اگه دوست داشتی من دکتر بودم دوستش افتخار کنه که دکتر و دور رو صرف میزنه ولی با اینم میگه ما ساختیم با مامان منم خیلی زمان برد که مثلا متوجه شدم میگم بابا مثلا مامان این همه آدم با موزیکای من لذت بردن این همه آدم پادکست من گوش میکنه این آدم هم من ویدیو من رو این همه آدم این مدرمی تاثیر مثبت دو, دو دنیا میذاره یعنی می زمان برد می من تو ذهنش منم همینطور می می اول فقط بابا تا بابا می بابا یعنی آگو خو دکتر مهندس بودی مثلا یه یه, یه گوی شده بود یا خونه خریده بودی شما ما رو آزاد کردین چون واقعا بیشتر ویو کنید <تصفح> که ما کمتر فوش بخوریم از مامانم <تصفح> <تصفح> به خدا منم وقتی که رفتم تو بفرمایید شام مامانم تا روزی که داشتم در خونه میرفتم بینو لباس گاو تنم بود تا دم درم گفت یه شلوار دستش بود سیاه با یه پیرنه اتو شده یه گفت مادر نکن این کارو تو رو خدا یعنی لحظه آخر گفت یعنی من رفتم تو ماشین که برم تا اون اونجا اومد گفت بعد وقتی که اومد بیرون ریسپاند مردم و دید بود خیلی خوب بود بعد که اومد مردم ریسپاند مردم رو ری دید همه اتفاقی تو میگفته سویچ گف گفت اوکی آقا پس نه اینو مردم میخوان اینم یه چیزی میفهمه که چیکار داره میکنه حالا جوریه که اون فامیلایی که مثلا فوش منم میدن یا مثلا خجالت میکشن از من یا آب همهشون پادکست ها رو گوش میدن آره من میگم نگاه نکنی همین اگه اینقدر از من متنفرید اینا همه دارن این پوک سر من حرف چرا همچ مثلا چیزی من دیدم یک یه ی... آدمی پیدا کردم توی کامنت های خیلی بامزه است توی یک پادکست ها ببین از اول تا آخر هیت لیسن داره میکنه یعنی با تنفر داره آره گوش میکنه هر پنج دقیقه کامنت میذاره این هر دفعه هر پنج دفعه کامنت زیر همه اپیزودا گذاشت یعنی من میگم دمج گرم چه ددیکیشنی من دو تا دارم اینا اصلا پشما میریزه که تو با چه انگیزه یه تنفری میشینی مثلا من تنفر نداره یه نفر من یه کریتیکس دارم ام. یه کریتیک کسه دارم 8 از 10 میگه حرف درست دو از 10 یه ویو دیگه داره مثلا میگه نه من من خدا هست نه بعد بینی کسی که مثلا یکی دیگه دارم یه ویدیو داشتم مثلا ان سال پیش مثلا تو هم ویدیو پیش گفتم آقا اگه منو دوست دارین یه کامنت انگلیسی بذارین چه میدونم بنویسین دو دیو او دیگه یه دی که میتونین بذارین این دو و انت از اون ویدیو تا ویدیو میزنه دو یه قلب <applause> <applause> یعنی ببینمش دو رو میبوسم دمتون گرم <applause> بچه ها همتون... دودولاتون و پرتقالاتون و همش <applause> میبوسیم از طریق قلبمون و موازه خودتون باشین نگران آبرینو نباشین نگران فقط خودتون باشین آره آدم خوبی باشین به حرف مردم کاری نشته باشین چکس